میدانی اینجا کجاست؟ اینجا افغانستان است. بله، اینجا افغانستان است، کشوری که 2 میلیون شهید و زخمی در راه اسلام و عقیده قربانی داده است. بله، 2 میلیون شهید و زخمی، شاید کم گفته باشم. کشوری که 40 سال مکمل در آتش جنگ و وحشت می سوزد. کشوری که به بدبختی و دزدی و قتل در آن به اوج رسیده است، اما خوشگذرانان و شهوترانان آن بر خاک سر بدبختی ها و بیچارگی ملت می رقصند و زمینه فساد فحشا را مهیا می سازند. راز بدبختی 40 ساله این ملت همین فساد و بدبختی است که الله متعال آن را در قرآن کریم نیز ذکر کرده است، اسراء آیه 16. و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، خوشگذرانانش را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم می گردد، پس آن را یکسر زیر و زبر کنیم. ای مردم افغانستان، هوشیار و بیدار شوید. در جامعه اسلامی که برنامه ها و نمایش فحشا و بی‌حیایی زیر نام برنامه های تفریحی و ایدی اجرا و به نمایش گذاشته شود و جامعه اسلامی ما روز به روز رنگ و بوی نمایش ها را به خود بگیرد. در جامعه اسلامی زیر نام آزادی بیان از کفرگویی و توهین به مقدسات و اعتقادات و اصول دینی و ایمانی حمایت شود و آن را خردگرایی و روشنگری بنامند. در جامعه اسلامی که پایبندی به قرآن و سنت افرادگرایی تلقی شود و به بهانه مبارزه با افرادگرایی در جامعه بی حجابی و بی غیرتی ترویج نهادینه شود. پس منتظر باشیم که بلاها و مصیبتها نیز زیر نام انتحاری و انفجاری و دیگر نامها بالای ما نازل می شود. چگونه این دین برای من رسید؟ نزدیک به 70% از صحابه رسول الله، از هر 5 صحابه 4 تن آنان شهید شدند تا این دین برای ما رسید. اما تو چرا فقط مسلمان تذکره هستی؟ چرا مسلمان واقعی نمی شوی؟ لطفاً با چنین زشتی های خود نام مسلمان را بد نسازید. زن مسلمان مدل نیست. زن مسلمان آوازخوان نیست. زن مسلمان رقاصه نیست. مدل چی معنا؟ آیا تو ای بانو به این خلق شدی که اندام نمایی کنی نزد مردان نامحرم؟ کجا شد مسلمانی؟ کجا شد غیرت؟ افسوس به حال شما که چنین بی غیرت شدید. چند وقت پیش مولوی مجیب رحمان انصاری در یکی از خطبه های خود گفت که مردان بی غیرت زنان بی حجاب دارن. همه مردان بی غیرت از این حرف مولانا صاحب جگرخون شدن. ببینید حقیقت پیش چشمان شماست، چرا نظر نمی کنید؟ پس بدانید که الله متعال چی گفته؟ بیگمان خداوند حالت و سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا وقتی که آنان آنچه را که در ضمیرشان است تغییر دهند و هنگامی که خداوند برای قوم به خاطر اعمالشان بدی را اراده کند، پس هیچ چیزی مانع آن نخواهد شد و آنان را جز او هیچ کارسازی نیست. پس بیایید خواهران و برادران مسلمانم، همه با هم دست به اصلاح خیش و اصلاح جامعه دهیم. همه با هم. جزاکم الله خیرن. خواهرتان مریم قریب.